مانیفکتورینگ از سال 1990 میلادی به بعد شرکت ها رفتن به سمت تولید در کلاس جهانی، توجه به بازارهای چند ملیتی، ایجاد کارخانجات فراملی و انجام فعالیت های تولیدی در مقیاس جهانی. حالا این همه راجع به تولید صحبت کردیم، ببینیم اهمیت تولید در اقتصاد و جامعه به چه صورت هست. در نهایت هم یه تعریفی راجع به کارایی و بهره وری خواهیم داشت. اگه از منظر تاریخی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، مسیر توسعه همیشه از فعالیت‌های تولیدی بوده. یعنی توسعه جز از طریق فعالیت‌های تولیدی امکان پذیر نیست. قدرتمندترین ملت‌های جهان اونایی هستن که کنترل فعالیت‌های تولیدیشون رو دارن. همینطور تولید مهمترین عامل رشد اقتصادی هست. تولید یعنی خلق شغل بیشتر، مشاغل مستقیم یا غیر مستقیمی که وابسته به بخش تولید هستن. اما یه مقدار راجع به کارایی و بهره‌وری و اثر بخشی هم صحبت کنیم بد نیست. کارایی یعنی چی؟ کارایی یا افیشنسی یعنی انجام درست کار. اثر بخشی یعنی انجام کار درست یا افکتیونس. مجموع این دو در کنار هم میشه پروداکتیویتی یا بهره‌وری. کارایی نشون میده که یه فرد یا سازمان به چه صورت از اون منابع یا ورودی های اولیه‌اش که زمان هزینه هست در جهت ایجاد خروجی یا همون محصول یا خدمت استفاده میکنه. اثر بخشی نشون میده که این خروجی که ما داشتیم تا چه حد در راستای اهداف و رسالت سازمان بوده و جمع این دوتا هم بهره‌وری هست. یه مقدار راجع به سیر تحول سیستم‌های تولیدی صحبت کنیم. در واقع تکمیل کننده صحبتام در همون اسلاید‌های اولیه هست. ما اول سیستم تولید دستی رو داشتیم. گفتم خدمتتون تولید محصول به شکل دستی بود. افراد حرفه‌ای رو یاد می‌گرفتن، سعی می‌کردن بر اساس اون چیزی که یاد گرفتن محصولات رو تولید کنن. هیچ گونه استاندارد مشخصی برای تولید کالاها وجود نداشت. به خاطر اینکه از صرف تا صد تولید کالا رو خود فرد انجام میداد، بهای تموم شدهش بسیار بالا بود. همینطور میزان فروشش پایین بود، به خاطر اینکه فرد بیش از این انرژی و زمان نداشت که بذاره واسه تولید کالاهای مختلف. بنابراین تولید کم بود و فروش هم پایین بود. بعد از اون سیستم تولید انبوه مطرح میشه در بازه زمانی 1905 تا 1950 میلادی. مبتکر این سیستم فردی بوده به نام هنری فورد. از سیستم تولید پیوسته رو داریم توی این سیستم تولید انبوه. یعنی چی؟ یعنی استقرار ایستگاه‌ها توی خط تولید بر طبق توالی عملیاته که باید روی محصول انجام بشه. تولید محصول توی حجم بالا هست، چون ما داریم از ماشین استفاده میکنیم برای تولید محصول و استانداردهای مشخصی برای تولید محصول قطعاً وجود داره. همینطور به خاطر اینکه ماشینالاتی که ما استفاده میکنیم کاملاً تخصصی هستن، ایجاد یه تغییر هر چند کوچک در محصول مستلزم صرف زمان و هزینه بالاییه. بعد از اون سیستم تولید به هنگام و ناب توی بازه زمانی 1950 تا 2006 مطرح میشه. گفتم خدمتون که ابتدا در کارخانجات تویوتا توسط فردی به نام اوهنو مطرح میشه. بر مبنای اندیشه بهبود مستمر بنا نهاده شده. یعنی فلسفه این سیستم تولیدی بر این اساس هست. همینطور میگه تعداد محصولات معیوب باید به صفر برسن. یعنی ما باید خروجیامون انقدر کیفیتش بالا باشه که تعداد محصولات معیوبمون میزانش به صفر برسه. همینطور موجودی انبارمون باید به صفر برسه، به خاطر اینکه توی سیستم تولیدی تولید محصول بر اساس سلیقه مشتریه و با دریافت سفارش از اون انجام میشه. یعنی ما هیچ محصولی رو از پیش خودمون تولید نمی‌کنیم و انبار کنیم. بر اساس سلیقه مشتری تولید میشه و بنابراین موجودی انبار صفر هست. همینطور انجام به موقع تولید رو داریم. ایجاد تنوع زیاد توی محصولات، به خاطر اینکه هر محصولی متناسب با سلیقه و خواست مشتری انجام میشه، بنابراین تنوعش هم زیاد هست. بعد از اون